فیروزه صابر مادر کارآفرینی ایران ممنوع الخروج شد. جمعه شب گذرنامه فیروزه صابر در فرودگاه امام خمینی ضبط شد و از خروج او ممانعت شد. صابر برای شرکت در کارگاه آموزش رهبری زنان در دانشگاه ماساچوست و شرکت در نشست شبکه زنان فارسی زبان در دانشگاه شیکاگو عازم بوستون بود. فیروزه صابر اولین محقق ایرانی است که در مقوله کارآفرینی زنان پژوهش و مطالعه کرده و علاوه بر پایان نامی کارشناسی ارشدش با عنوان کارآفرینی زنان در ایران مقالات و نوشته هایی در این زمینه دارد. فیروزه صابر به علت خدماتش به جامعه علمی کشور و نیز شبکه زنان کارآفرین ایران به مادر کارآفرینی در ایران معروف شده است. او همچنین عضو و مؤسس بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان و مدیرعامل آن و مؤسس و رئیس هیئت مدیره انجمن زنان مدیر کارآفرین و مشاور بسیاری از طرح‌های کارآفرینی در ایران است. فیروزه صابر خواهر هدا صابر از فعالان ملی مذهبی است. هدا صابر نیز چندی پیش به دست ماموران امنیتی در خیابان بازداشت شد و تا 3 هفته کسی از مکان نگهداری او مطلع نبود. تأکید شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بر ضرورت برخورد با گروه‌های خودسر. به گزارش ایلنا، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در تداوم نشست‌های معمول خود با حضور اکثریت اعضا تشکیل جلسه داد و رویدادهای سیاسی داخلی و بین‌المللی را مورد بحث و بررسی قرار داد. شورای هماهنگی در این نشست با صدور بیانیه‌ای از رئیس قوه قضاییه و مسئولین کشور درخواست کرد به موضوع اظهارات منتسب به یکی از مقامات امنیتی در مشهد و فعالیت گروه‌های موسوم به خودسر و اهانت کنندگان به سمبل‌های مقاومت و دینداری یعنی شهیدان همت و باکری به صورت شفاف رسیدگی و نتیجه را در اختیار عموم قرار دهند. این بیانیه تداوم مشی اصلاح طلبانه و قانونمند و اجرای بدون تنازل قانون اساسی را تنها راه بازگشت آرامش واقعی و ثبات کشور دانسته و در مسیر تحقق این امر یادآور شد در پی اتهامات آشکار و پنهان که طی سال گذشته به گروه‌ها و افراد و شخصیت‌های منتقد دولت وارد می‌شد، اظهارات منتسب به یکی از مقامات امنیتی در مشهد نشانه‌های روشنی از منشأ این گونه تحلیل‌ها و طرح اتهامات به دست داد. این بیانیه می‌افزاید شکوایی برخی از فعالان سیاسی که خود در این اظهارات مورد بیشترین اتهامات قرار گرفته بودند فرصتی به دست داد تا دستگاه قضایی از طریق رسیدگی دقیق به این شکایت روشنگر بسیاری از مسائل مطرح شده باشد. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در ادامه این بیانیه با اشاره به اینکه تاکنون نشانه‌ای روشن از نحوه رسیدگی به این درخواست قانونی دیده نشده است عنوان کرد: از ریاست قوه قضاییه، دادستان محترم کل کشور و نیز دادستان محترم تهران درخواست می‌کند رسیدگی به این خواسته قانونی را با رعایت همه ملزومات حقوقی آن وجهه همت خود قرار دهند و گزارش نتایج آن را شفاف و صادقانه با مردم در میان بگذارند. این بیانیه در ادامه با اشاره به حمله و هجوم به منزل شخصیت‌ها و یاران امام و بیوت مراجع ازام و مسجد آیت الله دستغیب، این اقدامات را اقداماتی چنان غیر قابل دفاع ارزیابی می‌کند که همگان این حملات را به خودسرها نسبت دادند و در ادامه با طرح این پرسش که این خودسرها چه کسانی هستند که تاکنون هیچ نهاد و دستگاهی به نحو شفاف مسئولیت شناسایی و برخورد با اقدامات آنها را به عهده نگرفته است، از مسئولین زیرفت درخواست می‌کند یک بار هم که شده این عوامل را شناسایی و به جرایمشان رسیدگی و گزارش شفاف آن در اختیار عموم قرار گیرد. این اقدام را اقدامی ناهنجار ارزیابی می‌کند که دل‌های بسیجیان و همرزمان واقعی این فرماندهان عظیم الشأن را شدیداً متأثر کرد. این شورا ضمن درخواست از مسئولین قضایی و انتظامی برای برخورد با عوامل و عاملین این گونه اقدامات از این بابت نیز ابراز تأثر می‌نماید که همرزمان این شهیدان نیز صرفاً به دلجویی غیرعلنی از این خانواده‌ها بسنده نموده، آشکارا به دفاع از سمبل‌های ارزشمند دفاع مقدس برنمی‌خیزند. معاونت سینمایی وزارت ارشاد گفت ادبیات خانه سینما توده‌ای و لیبرال است. به گزارش فارس وابسته به سپاه پاسداران و به نقل از روابط عمومی معاونت امور سینمایی و سمعی بصری وزارت ارشاد، در متن بیانیه جدید امور سینمایی ادعا شده است روز گذشته نامه‌ای خطاب به وزیر ارشاد منتشر شد که در حتاکی و بی‌ادبی به یک مسئول انقلابی و مؤمن و متعهد
در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی کمتر مشابه آن را سراغ داریم. مگر در سالهای اول انقلاب آن هم در قلم و زبان گروهکی که امروز به عنوان منافقین شناخته می شوند. در این نامه ادبیاتی از توده مسلک های سابق و لیبرال منش های امروز دیده می شود که سعی می کنند خشم و عصبانیت ناشی از عدم موفقیت های سیاسیشان را جبران کنند. همصدایی و استقبال رسانه های بیگانه از این اقدام نیز خود قابل تأمل بود. در این بیانیه آمده است مدیریت فعلی خانه سینما دفتر مدیرعامل را به اتاق جنگ برای تحقق خواسته های جناحی و ترمیم شکست های سیاسی باندی که به آن وابسته است قرار داده است. امور صنفی و رفاهی و معیشتی اهالی سینما که در چارچوب امنیت شغلی میتوان به آن اشاره کرد، مطالباتی نیست که دولت و نظام خود را نسبت به تحقق آن متعهد نداند. اگرچه در طول همه سالهای گذشته زیرساختها و روشهای اجرایی تحقق این امر از سوی مدیران سینمایی جدی گرفته نشده است. یادآور می‌شود چندی پیش فرهادی هنگام دریافت تندیس کارگردان برگزیده جشن خانه سینما در سخنانی کوتاه با نام بردن از چند سینماگر ایرانی که در تبعید و فشار و سانسور قرار دارند آرزو کرد روزی برسد که هیچ سینماگر و بازیگر ایرانی به خاطر فشارهای سیاسی و اجتماعی مجبور به مهاجرت نشود. فیلمسازان مجبور به مهاجرت شده به وطن برگشته و بتوانند دوباره فیلم بسازند و هیچ فیلمسازی به خاطر عقاید سیاسی و فرهنگیش زندانی نشود و از حقوق فردی و شهروندی مثل حق مسافرت به خارج از کشور و شرکت در فستیوال‌ها برخوردار باشد. این سخنان فرهادی سبب گردید که مدیر کل اداری نظارت و ارزشیابی سینما در وزارت ارشاد اسلامی به صورت مستقیم دستور لغو پروانه ساخت فیلم جدید او جدایی نادر و سیمین را صادر کنند، در حالی که تاکنون 20% از آن نیز فیلمبرداری شده بود. پس از اظهارات فرهادی، روزنامه کیهان در یادداشتی به عنوان عقده گشایی سیاسی در جشن خانه سینما به حمله علیه وی پرداخت و بعد از چند روز جواد شمقدری معاونت سینمایی وزارت ارشاد نیز در واکنش نسبت به اظهارات فرهادی و رخدادهای خانه سینما بیانیه‌ای صادر کرده و از اینکه در مراسمی به نام جشن خانه سینما بیخبران و غافلان پایان نظام را آرزو می‌کنند ابراز خشم و سوگواری کرد. خانه سینما اواخر هفته پیش با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به بیانیه معاونت سینمایی وزارت ارشاد واکنش نشان داد و آن را سراسر کذب و مایه شگفتی خواند و طی نامه‌ای به وزیر ارشاد به وی گوشزد کرد در حوزه سینما تعداد نشست‌های جدی و تخصصیتان با دستاندرکاران به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد. تسلط امروزتان به حوزه سینما، تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی حدوداً مثل روز اولی است که همدیگر را دیدیم، همان موقعی که هنوز نامزد احراز پست وزارت بودید. در ادامه این نامه آمده است با این روشی که در پیش گرفته اید 10 سال بعد هم فرقی به حالتان نخواهد کرد. ممکن است این اظهارات را شما و برخی به دور از انصاف بدانند، ولی بنده حاضرم در جلسه با جناب عالی این را به اثبات برسانم. در پی این نامه بود که وزیر ارشاد به اعلام موضع علیه خانه سینما پرداخت و این نهاد صنفی را به تعطیلی تهدید کرد. محمد مهدی اسکرپور مدیرعامل خانه سینما نیز روز جمعه با نگارش نامه‌ای به محمد حسینی وزیر ارشاد رفتار معاونت سینمایی آن وزارتخانه را به مثابه حرکت برای فتح خانه سینما عنوان کرده و خاطر نشان ساخته بود دیریست اتهام براندازی نظام به منتقدان و بیکفایتی و سوء تدبیر در مدیریت رنگ باخته است. نامی اسکرپور واکنشی بود به اظهارات وزیر ارشاد در حاشیه نشست خبری نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال. در انتقاد از جشن خانه سینما گفته بود الان دیگر اگر کسی بخواهد جنبش مرده سبز را زنده کند معنا ندارد و اینکه بعد از گذشته 1 سال و خورده ای از داستان انتخابات یکی بیاید و با دستبند سبز بالای سن برود درست نیست. راکعی گفت به چند صدایی و تکثر در دانشگاه ها احترام گذاشته شود. دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نواندیش گفت مهمترین امری که در شرایط فعلی هر دانشجوی متفکر می خواهد و انتظار تحقق واقعی آن را دارد پذیرش مسئله چند صدایی و تکثر فکری در دانشگاه هاست.
به گزارش ایسنا، فاطمه راکعی با بیان اینکه دانشگاه نمیتواند